سلام به دوستای نازنینم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام سه روش مختلف برای سرخ کردن بادمجان رو بهتون بگم که باعث میشه روغن کمتری مصرف بشه. لطفاً لایک فراموش نشه. در ابتدا باید بادمجان‌های مناسبی رو انتخاب کنیم. که مناسب‌تر و شیرین‌ترن و تلخی کمتری دارن. بادمجونی که رنگ اون تیره‌تره، شفافه، ساقه اون سبز رنگ و تازه است. اگر بادمجون رو فشار بدیم، باید سریع به حالت اولیه برگرده. نشون دهنده اینه که بادمجون‌های ما تازه هستن و کهنه نیستن. هرچی بادمجون چروک‌تر باشه و کهنه‌تر باشه، ممکنه که تلخ‌تر باشه. پس سعی کنید بادمجون‌هایی که سایز متوسط یا کوچیکی دارن رو انتخاب کنید. می‌بینیم که اینطوری بادمجون‌ها دونه‌های کمتری دارن و در نتیجه ممکنه که تلخی کمتری داشته باشن. از اونجایی که نمیتونیم تشخیص بدیم که بادمجون‌ها تلخ هستن یا نه، همیشه بعد از برش دادن اونا رو به چند روش میتونیم تلخش رو بگیریم. داخل آب نمک میریزیم و بادمجون‌هامون رو داخل اون قرار میدیم که من برای روش اول، برای اینکه کمتر روغن مصرف بشه، داخل همون آب هم مقداری ماست میریزم. بعد بادمجون‌ها رو برای حدود نیم ساعت داخل اون استراحت میدم. بهتره جسم سنگین روی بادمجون ها قرار بدیم که به این صورت زیر آب فرو برن و برای نیم ساعت بمونن. روش دوم، میتونیم مستقیم رو خود بادمجون ها نمک بریزیم و داخل آفتاب قرار بدیم یا داخل آشپزخونه کمی به مدت نیم ساعت استراحت کنن تا اون مایه تلخی که داخلش هستش میبینیم به صورت آب ازش خارج میشه. بادمجون هامون رو میشوریم و اونها رو خوش میکنیم. بادمجون هایی هم که داخل آب بودن میشوریم و اونها رو هم خشک میکنیم. داخل ماهیتابه دو قاشق غذاخوری روغن میریزم و بادمجون ها داخل اون قرار میدم. حرارت خیلی باید ملایم باشه. در ماهیتابه رو میذارم و حرارت رو کم میکنم تا با حرارت کم کمی بادمجون ها سرخ بشه. بعد از مدتی که روغن داخل ماهیتابه کشیده شد، حدود دو قاشق غذاخوری آب به بادمجون ها اضافه میکنم. آب توسط بادمجون کشیده میشه و روغنی که جذب کرده پس داده میشه. بادمجونایی که به این روش سرخ میشن، به خاطر اینکه پخته هم میشن، برای کشف بادمجان و حلیم بادمجان عالی هستن، چون در حین سرخ شدن بادمجون پخته هم شده و به این ترتیب ما یه حلیم بادمجون یا کشف بادمجون کم روغن داریم. بازم در ماهیتابه رو میذاریم تا دو طرف اون سرخ بشن. میبینیم که بادمجون هامون روغنشون رو پس دادن و کاملا سرخ شدن. دوست خوبم، ممنونم که لایک و سابسکرایب میکنی. برای حالت دوم با یه فرچه روی بادمجون ها ماستو میزنم و برای حالت سوم شما میتونین به جای ماست از سفیده تخم مرغ استفاده کنید. نگران نباشید، بادمجون ها اصلا نه بوی ماست میگیرن نه تخم مرغ، فقط باعث میشه که روغن کمتری به خودشون جذب کنن. با فرچه کامل تمام قسمت های بادمجون ها رو ماست میزنم. فرقی نمیکنه که از چه مدل ماستی استفاده کنید. چون داخل ماهیتابه کمی روغن هست، یه قاشق نصف روغن بهش اضافه میکنم. بادمجون هایی که ماست زدم و داخل ماهیتابه قرار میدم. باز هم حرارت رو ملایم میکنم و در ماهیتابه رو میذارم.
بادمجون هایی که به این روش و روش سفیده تخم مرغ سرخ میشن رنگ قشنگتر و طلایی تری دارن. شما از چه روشی برای سرخ کردن بادمجونتون استفاده میکنید؟ لطفاً توی کامنت ها برای من بنویسید. از اینکه تا انتها همراه من بودین سپاسگزارم. لایک فراموش نکنید.